عزیزان کاربر، در این درس میخوام راجع به ابزاری صحبت بکنم به نام موف که همونجور که از اسمش معلوم هست کار اصلیش انتقال دادن سوژه ها از جای به جای دیگه است. حالا میتونه این سوژه ها آبجکت ها باشند، میتونن لایه های مختلف عکس باشند و امثال هم. کارهای دیگری رو هم به صورت جانبی میتونه انجام بده، مثل ترانسفورم کردن یا تغییر شکل و اندازه دادن سوژه هاتون. میتونه کار روتیشن رو انجام بده که چرخوندن سوژه ها هست و همچنین میتونه کار سلکت کردن یا انتخاب کردن رو هم انجام بده. برای اینکه بتونید این ابزار رو دریافت کنید، روش‌های خیلی زیادی هست. یکی از اون روش‌ها استفاده کردن از شورتکات کنترل هست. بله، کنترل رو به تنهایی اگه بر روی کیبوردتون فشار بدید، میتونید که این ابزار رو به صورت موقت تا زمانی که کنترل نگه داشتید انتخاب کنید. البته بر روی همه ابزارها عمل نمی‌کنه، ولی بیشتر ابزارها رو موقعی که دارید اگر کنترل رو فشار بدید، ابزارتون تبدیل میشه به موف. بعضی از ابزارها، مثلا ابزاری که این پایین هست به نام پث و یا ابزاری که بالا هست به نام پن تول، اینا رو موقعی که دارید کنترل که فشار میدید ابزار رو دریافت نمیکنید. به هر حال کنترل یکی از راهاش هست. راه دیگرش فشار دادن بر روی حرف وی بر روی کیبورد هست. مثل بقیه ابزارهایی که تا حالا یاد گرفتید، مثل هند تول و زوم، میتونید به صورت موقت و یا دائمی تبدیلش بکنید. اگر وی رو فشار بدید و بعد نگه دارید، به صورت موقت ابزار رو دریافت میکنید. اگر فشار بدید و رها بکنید، وی رو بر روی کیبوردتون، ابزار رو به صورت دائمی در دست میگیرید تا اینکه ابزار رو تغییرش بدید به ابزار دیگری. راه دیگرش هم به تپ فشار دادن بر روی این آیکون این بالا هست که ابزار رو در اختیار میگیرید. موقعی که ابزار در اختیارتون هست، نشانگر ماوستون به این شکلی که میبینید به صورت یک فلش مشکی و یک فلش چهار طرفه به علتش نشون داده خواهد شد. قانون اصلی در استفاده کردن از این ابزار این هست که اون لایه و یا لایه هایی رو که میخواید سوژه های درونش رو انتقال بدید از جای به جای دیگه، بایستی انتخاب شده باشن. درون لایه ها میبینید که ما دو تا لایه داریم، یکی لایر یک، یکی بکگراند. بکگراند قفل داره بغل دستش. در نتیجه بر روی این لایه اصلا نمیشه کاری انجام داد، مگر اینکه از این حالت درش بیارید، قفلش رو باز بکنید و دیگه لاکت نباشه. که یکی از راهاش این است که دابل کلیک کنید بر روش و بعد بزنید اوکی. البته میتونید اسمش هم تغییر بدید و سپس میبینید که بکگراند تبدیل میشه به یک لایه‌ای که حالا قفل نداره و بعد میشه بر روش کار کرد. اجازه بدید که کنترل زد رو بزنم که یک قدم برگردیم عقب به همون حالت قفل باشه. پس شد اول بایستی لایه رو انتخاب کنید و به تپ بایستی لایه قفل نباشه. اگه الان من بیام بیرون و کلیک کنم و حرکت بدم، چون لایه‌ای رو که انتخاب کردم قفل داره، نمیتونه تغییر مسیر بده و جاشو عوض کنه. در نتیجه هیچ کاری انجام نمیده و یک ایراد از ما میگیره، میگه که این لایه قفل هست. کی میکنم؟ لایه بالایی رو انتخاب میکنم. میدونید که اگر بیرونم کلیک بکنید لایه انتخاب نمیشه. در نتیجه اگه کلیک بکنم بازم ایراد میگیره، میگه اول باید یک لایه حداقل انتخاب بکنید. پس میام لایه رو انتخاب میکنم. حواستون اینجا باشه اتو سلکت انتخاب نشده. دلیلش این است که بعدن که یاد بگیری اتو سلکت چجوری کار میکنه، میبینید که همه این قوانین به هم میریز و از قوانین دیگری استفاده میکنید. چون سلکت نشده و بعد فقط یک لایه رو انتخاب کردم، حالا میتونستم البته لایه های بیشتری رو هم انتخاب بکنم، اون لایه هایی رو که انتخاب کردم رو، سوژه های درونش رو با کلیک کردن میتونم انتقال بدم. حتما هم مهم نیست که بر روی اون سوژه ها کلیک بکنم، چون اتو سلکت انتخاب نشده، هر جایی که کلیک کنم، چه درون عکس چه بیرون از عکس، کلیک کنم و نگه دارم و حرکت بدم، سوژه و یا سوژه هایی که درون لایه یا لایه های انتخاب شده هست انتقال پیدا میکنن به جای دیگه. که البته میتونم کار انتقال دادن رو به عکس های دیگه هم انجام بدم که حالا بعدن یاد میگیرید. حالا در زمانی که این ابزار رو در اختیار دارم، فرقی نمیکنه چه اومدم کلیک کردم، چه کنترل نگه داشتم، چه وی رو فشار دادم، به هر شکلی که این ابزار رو دارید، اگر الت رو فشار بدید و نگه دارید، میبینید که نشانگر ماوستون تبدیل میشه به دو تا فلش مشکی و سفید، حالا روشن و تیره. و بعد حالا اگر کار انتقال رو انجام بدم، کار انتقال همراه با کپی کردن اون لایه انتخاب شده یا لایه های انتخاب شده رو انجام میده. نگاه کنید، کلیک میکنم، نگه میدارم، حرکت میدم. سوژه ما یه دونه هست، در نتیجه همون یه دونه سوژه درون همون یه دونه لایه رو انتقال دادم، کپی کردم،
و بعد اگه رهاش بکنم میبینید که یک لایه جدید به وجود میاد، اتوماتیک اسمشو میذاره به همون اسم لایه پایینی کپی جلوش میذاره و حالا یه لایه جدید که به وجود اومده همون سوژه رو هم درونش داریم، فقط جاش متفاوت هست. همین کار رو من دو مرتبه میتونم تکرار بکنم، Alt رو نگه دارم و بعد کلیک بکنم. حواستون باشه این لایه انتخاب شده، در نتیجه این سوژه میتونه جاش عوض بشه و کپی بشه و بعد اگه رها بکنم میبینید که از این لایه کپی گرفت، در نتیجه شد لایه یک کپی دو. اگه اجازه بدی اسمشون تغییر میدم، دابل کلیک میکنم تا اسمشو تغییر بدم، میذارم دو، دابل کلیک میکنم اسمشو میذارم لایه 3، برای انتر میزنم تا اینکه لایه ها اسمش متفاوت باشه. نگاه کنید الان Alt رو نگه میدارم و بعد حرکت میدم رها میکنم، میبینید لایه 3 کپی به دلیل اینکه این لایه قبلی انتخاب شده بود. حالا اگر بخوام برگردم به عقب، میدونید که کنترل زد رو میتونم فشار بدم اون کار آخری که انجام دادم یه قدم برگردم عقب. ولی اگه کنترل زد رو اگر تا حالا امتحان کردید حتما متوجه شدید که وقتی دو بار فشارش میدید دو قدم عقب نمیره، اون یه قدمی رو که رفته بود عقب دو مرتبه برمیگرده به عقب، در حقیقت برگشته سر جاش، یعنی جلو رفته. پس یه دونه از این عقب رفتن ها که با کنترل زد هست یه قدم عقب میره، ولی اگر دو مرتبه کنترل زد رو بزنن اون قدمی رو که عقب رفته عقب گرد میکنه، در نتیجه جلو رفته. نگاه کنید دو مرتبه رفت جلو. اگه بخوام قدم ها رو به ترتیب یکی یکی به عقب برم، بایستی Alt رو هم نگه دارم، یعنی کنترل Alt رو نگه دارم بزنم بر روی زد، یه بار بزنم یه قدم، دو بار بزنم دو قدم، سه بار بزنم سه قدم، همینجوری که میبینی داره به عقب میره. اگه بخوام جلو بیام بایستی کنترل و شیفت رو نگه دارم و زد رو بزنم. کنترل شیفت رو نگه میدارم بر روی زد میزنم یه قدم جلو، دو مرتبه میزنم دو قدم جلو، همینجوری که میبینی دارم یه قدم جلو میرم. یکی از روش ها این بود. روش دیگه هم استفاده کردن از هیستوری هست. اینجا اگر کلیک بکنید میتونید قدم هایی رو که برداشتید، البته یک محدودیتی داره، اینجا بیاید و اون قدم رو انتخاب بکنید برمیگردید، میتونید دو مرتبه بیاید هر جایی که دوست دارید رو انتخاب بکنید، اجازه بدید بزرگش بکنم و حتی موقعی که اوپنش کردم رو میتونم برگردم ببینید که به چه شکلی هست و پس از اینکه انتخاب کردم ازش استفاده بکنم. خب اجازه بدید که این لایه رو پاکش کنم. موقعی که انتخاب شده بر روی این سطل آشغال میزنم، میگه مطمئنی میخوای پاک شه؟ یس. و بعد پاکش میکنم. الان سه تا لایه داریم که غیر از بک‌گراند میتونیم بر روشون کار انجام بدیم. حالا اگر اتو سلکت رو انتخاب کردم، تفاوتش این هست که حالا قانون ها عوض میشه دیگه. اون لایه رو که انتخاب کردم اگه کلیک بکنم تغییر مسیرش نمیدم. دلیلش هم این است که هر جایی که من کلیک بکنم بنا به این که بر روی چه سوژه‌ای ماوس من اومده و هدف قرار داده اون سوژه رو، اون سوژه در درون هر لایه‌ای که باشه اون لایه به صورت اتوماتیک انتخاب میشه. مثلا این توی لایه 2 هست، در نتیجه اگر اینجا هستم کلیک بکنم میبینید که لایه 2 دیگه انتخاب میشه و بعد میتونم سوژه‌شو عوض کنم جاش رو. اگه بیام یه سوژه دیگر رو کلیک بکنم میبینید که به صورت اوتوماتیک پرید لایر 1 و بعد دو مرتبه میتونم تغییر بدم و همجوری که میبینید میتونم باهاشون کار بکنم. اگه بخوام چند تا لایر هم با هم انتخاب کنم، میدونید که میتونم یکی رو انتخاب کنم و بعد کنترل نگه دارم هر کدومی که دوست دارم رو کلیک بکنم و انتخاب بکنم یا از حالت انتخاب درشون بیارم. اگر بخوام یه سری رو پشت سر هم انتخاب کنم، اولین رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم و بعد کلیک میکنم، چند تا رو پشت سرم انتخاب میکنم. حالا چون همه انتخاب شده، اگر بیام و کلیک بکنم و حرکت بدم، میبینید که هر ستایی با هم دیگه حرکت میکنن. حتی اگر اتو سلکت هم انتخاب نشده باشه، چون هر ستا با هم دیگه انتخاب شدن، در نتیجه میتونم کار انتقال رو با هر ستایی انجام بدم. اینجا موقع که انتخاب میکنید بایستی اول مشخص بکنید که گروپ رو اتو سلکت بکنه یا اینکه لایه ها رو. چون ما اینجا گروپ نداریم، در نتیجه به صورت لایه ها عمل میکرد. اگر من لایه ها رو انتخاب بکنم، دقیقا همون چیزی که تا حالا یاد گرفتید رو انجام میده. ولی اگه بیام یه گروه به وجود بیارم، مثلا این رو با این هم گروه بکنم، دوتا رو انتخاب کردم، کنترل رو نگه میدارم بر روی حرف جی میزنم، دوتایی تبدیل میشم به یه گروه، بسته میشه، میتونم بر روی این فلش بزنم گروه رو باز کنم و بعد میبینید که دوتا لایه درونش دارم. حالا چون اتو سلکت هست، اگر لایه رو انتخاب بکنم، کافیه که من یه دونه از اینا رو کلیک بکنم و بعد حرکت بدم، میبینید که فقط یه دونش عمل میکنه چون لایر هست. اگر بیام گروپ رو انتخاب بکنم،
کل این گروپ که دو تا زیر مجموعه داره جاشون عوض میشه. خوب نگاه کنید، کلیک میکنم، حرکت میدم، حالا هم لایه 3 هم لایه 2 میان و سوژه هاشون تغییر مسیر میدن و جاشون عوض میشه. اگر Show Transform Controls رو انتخاب بکنم، به دور اونجایی که انتخاب کردم درون لایه ها میبینید که خطوط Transform میاد و به من اجازه میده که تغییر اندازه و شکل بدم. اگر من یک لایه رو انتخاب بکنم، میبینید که همون لایه رو فقط انتخاب میکنه و بعد هم میبینید که میتونم که لایه های مختلف انتخاب کنم. چون اینجا قفل هست، در نتیجه Transform رو نمیبینید، اجازه بدید از حالت قفل درش بیارم. میبینید که حالا قفل برداشته شد، ترانسفورم دیده میشه، میتونم حتی جاش رو انتقال بدم. پشت سرش میبینید که چون دیگه حالا قفل نداره، تونستم که جاش رو عوض بکنم و پشتش به صورت ترانسپرنت هست. کنترل زد برمیگردم، کنترل الت زد یه قدم دیگه برمیگردم که قفل بشه و همونجوری که دیدی چون گروپ انتخاب شده، حالا میتونم دو تایی رو با هم دیگه هم جاشون رو عوض بکنم، همین که شکلشون رو تغییر بدم و اندازشون رو. و همونجوری هم که میدونید میتونم هر جایی که دوست دارم رو بگیرم و اندازش رو تغییر بدم. اگه اسپکت ریشیو برام مهم هست که نسبیت طول و عرض همونجوری بمونه، شیفت رو نگه میدارم و بعد میتونم بزرگ و یا کوچیکشون بکنم در زمانی که نسبیت طول و عرض همون شکل میمونه. و میدونید که اگر کنترل نگه دارم، این گوشه ها رو نگه دارم، میتونم به شکل سه بعدی تغییرش بدم. کنترل زد میزنم برگردم و باز هم میدونید که اگر بیام بیرون میتونم کار چرخوندن رو انجام بدم که بنا به این نقطه ثقلش یا این محوری که به دورش میچرخه میتونم مشخص بکنم که چه شکلی بچرخه. اگه اسکیپ بزنم میبینید که برمیگرده به شکل معمولی ساده. اجازه بدید از حالت گروه بودن درشون بیارم. موقعی که انتخاب شده گروپ، کنترل شیفت جی برای به وجود آوردن، کنترل جی برای از گروه در آوردن، کنترل شیفت جی از حالت گروه در میان. بیرون کلیک میکنم که از حالت ترانسفورم هم در بیان. اگه اجازه بدید از حالت ترانسفورم درشون میارم. حالا اگر دو تا لایه رو انتخاب بکنم، مثلا این دو تا لایه رو، میبینید که یه سری از این کلیدها اینجا رنگشون عوض شد و از حالت خاکستری بودن در اومد. اینجا به شما کمک میکنه که اون لایه هایی رو که انتخاب کردید، سوژه های درونش رو بنا به بالاش، تاپش، هم ردیف کنید. نگاه کنید، این دوتا توی یه ردیف قرار گرفتن از نظر خط بالایی. اجازه بدید که بیام توی ویو و بعد برم توی شو و بعد بگم گرید رو به ما نشون بده. یه سری خط برای شما به وجود میاره که میتونید دقیق بفهمید که اینا چه شکلی قرار گرفتن. برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید، میتونستید البته از شورتکاتش هم استفاده بکنید و به توسط شورتکاتش بیاید و انتخاب بکنید. اجازه بدید کنترل زد بزنم که برگردیم سر جا. این دوتایی که انتخاب کردن رو پس از بالا تونستم هم ردیف کنم. حالا میتونم از وسط، از محور وسطی ولی به صورت عرضی یا به صورت افقی در حقیقت، میتونم هم ردیف کنم. اجازه بدید که یکیشون انتخاب کنم و جاشو تغییر بدم که جاشون عوض بشه. اجازه بدید که البته اندازش هم تغییر بدم، یه مقدار براتون راحت تر باشه توجه کردن بهشون. بله، دابل کلیک میکنم که درست بشه. این رو هم یه ذره اجازه بدید بزرگ کنم. اجازه بدید که اپاسیتیش رو کم بکنم، 30% کنم، یعنی اینکه فقط با 30% شفافیت دیده بشن. 70% از دید رو کم کردم. این اپاسیتی رو البته بعداً خوب یاد خواهید گرفت. این مقدار 30% کم هست، اجازه بدید بکنمش 50% مثلا. باعث میشه که این توپ موقعی که میره زیرش دیده بشه به راحتی. حالا اجازه بدید که بر روی اینتر بزنم تا اینکه همونجا ثبت بشه از نظر اندازه. حالا میام دو تایی رو انتخاب میکنم. میدونید که وقتی انتخاب شده، اجازه بدید ترانسفورم بردارم. موقعی که این دوتا انتخاب شدن، اگه بیام بر روی این کلید بزنم، از محور افقی این دوتا هم ردیف خواهند شد. میبینید؟ کنترل زد میزنم برمیگردم. حالا از اون محور پایین این دوتا سوژه با هم دیگه هم ردیف میشن. کنترل زد برمیگردم. اگر این رو بزنم
از سمت چپ میان با هم دیگه الاین میشن یا هم ردیف میشن. اگر این وسط رو بزنم از محور عمودی و اگر این بغلی رو بزنم از محور راست. برای سری بعدی حتما بایستی سه تا لایه رو حداقل انتخاب کرده باشید. اگر من بیام سه تا لایه انتخاب بکنم، حالا هر سه تا انتخاب شدن، میبینید که رنگش عوض شد. کار اینا دیستریبیوت کردن یا پخش کردن این سوژه ها هست. یه مقدار سخت متوجه شدن این، حتما بایستی توی کار انجام بدید. اینا رو طوری پخش میکنه که بنا به نوشته هایی که بر روش میرید به صورت پاپ آپ میاد، کار پخش کردن یا دیستریبیوت کردن را انجام میده. مثلا اگر بر روی این وسطی برید، میبینید که ورتیکال سنترز میکنه، از روی حساب ورتیکال سنترها یا مرکزهاشون رو پخش میکنه و هم اولی تاپ ایج به صورت زاویه‌ای که از بالا هستن میاد انجام میده. حتما بایستی انجام بدی چون یه مقدار فهمیدنش سخت است. اگر کلیک بکنم یه مقدار کوچولوی میبینید که تغییر پیدا میکنه جاش و بعد میتونید فقط بخونید موقعی که برای شما پاپ آپ میاد که راجع به چی هست و به کجا میره. left edge از زاویه های سمت چپ و بعد از زاویه های horizontal به صورت center یا مرکز و بعد همجوری که میبینید تغییرات خیلی کوچولویی رو براتون به وجود میاره که عرض کردم یه مقدار فهمیدنش سخت هست، برای اینکه ما فارسی ها از distribute کمتر استفاده میکنیم. کار بعدی، کار آخری، بسیار بسیار کار جالبی است. اگه اجازه بدید توی عکس دیگه‌ای رو بهتون نشون میدم. دو تا لایه‌ای رو که یه مشخصاتی در اون لایه‌ها شبیه به هم دیگه هستن رو انتخاب می‌کنین و بعد میگید که به توسط این ابزار که کارش اتو الاین لایرز هست، لایه‌ها رو الاین بکنه یا هم ردیف بکنه، توی یه جایی قرارشون بده که اون اشتراکاتشون با همدیگه مچ بشه. عکس بعدی رو نشونتون میدم. این دختر خانم بالای یه ساختمون وایساده. اگر خوب توجه کنید به این عکس و بعد این عکس، اجازه بدید بغل همدیگه قرارشون بدم تا متوجه بشید. این ساختمون این هست. در حقیقت ادامه این ساختمون در عکس دیگری گرفته شده. دوتا عکس گرفته شده. یکی از این زاویه، دوربین رو یه ذره جاش حرکت دادن رفتن اون طرف، اجازه بدید اصلا ببرمش اون طرف و شما راحت تر ببینینش. بله، اجازه بدید که اینم یه ذره ببرم اون برتر و بعد بله تغییر مسیر دادن دوربین رو و دو مرتبه یه عکس گرفتن. این دوتا عکس در حقیقت از یک صحنه است، فقط از دو زاویه مختلف. حالا چون این ساختمون ها مشترکن، میبینید که پایینش هم مشترک هست، در نتیجه اگر من بیام و این عکس رو انتقال بدم به این عکس، اجازه برش کردنم که راحت تر متوجه بشید. این عکس رو اگر من انتقال بدم به عکس قبلی، یعنی به صورت یک لایه در اون عکس دیگری به وجودش بیارم، به سادگی میتونم موقع که ابزار موو انتخاب شده کلیک کنم، یکی از راهاش این است، و سپس زمانی که کلیکمو نگه داشتم حرکت بدم بیام بر روی تب عکس دیگه، پس از اینکه عکس نمایش داده شد میام اینجا و بعد رهاش بکنم. هر جایی که رها کنم عکس همونجا میفته و دقیقاً مرکزیت نخواهد داشت. نگاه کنید، درنجه چون نمیخوام به این روش باشه، کنترل زد میزنم برمیگردم، میخوام کلیک کنم نگه دارم حرکت بدم بیارم بر روی این تب، موقعی که عکس نمایش داده شد بیام اینجا شیفت رو نگه دارم که حالا مرکزش با مرکز این عکس یکی بشه، رها میکنم، میبینید که دقیقاً به همون جایی که بود افتاد و بایستی میافتاد. یکی از راهاش این است. راه دیگرش این است، کنترل زد عکس رو انتخاب بکنید و کپی بکنید. برای انتخاب کردن کنترل ای اینجا کپی یا کنترل سی و سپس بیاید تو تب بعدی کنترل وی رو بزنید، یا اینکه بیاید توی ادیت و بعد بگید پیست. حالا البته راجع به پیست اسپشیال هم توضیحاتی رو بعدا خدمتتون ارائه خواهم داد. پس از اینکه انتخاب کردید میبینید که دو مرتبه یک لایه جدید به وجود اینجا میاد. باز یکی از راهاش این بود.
یکی از راهاش همین هست که موقعی که بغل هم دیگه هستند بیاید و اجازه بدید که از حالت انتخاب درش بیارم، کنترل دی رو فشار میدم که از حالت انتخاب در بیاد، کلیک کنید، نگه دارید، حرکت بدید، درگ اند دراپ اینجا رهاش بکنید. میدونید که اگر شیفت رو نگه دارم مرکز ها با هم دیگه یکی میشن، اگه نگه ندارم به تبع اونجا که نگه داشتم مرکز عکسمون میشه که اونجا حرکت میکنه و انتقال پیدا میکنه. در اونجا شیفت رو نگه میدارم رها میکنم. یکی از راهای دیگه این بود، اجازه بدید ببندمش. حالا دو تا لایه داریم که یکی از اونها به صورت بک‌گراند هست، یکی از اونها به صورت لایه بعدی هست. تو این عکس حالا دو تا لایه داریم. اگر بر روی این چشم فشار بدم لایه بالای دیگه دیده نمیشه، میتونم لایه زیری رو ببینم و اگه فشار بدم دو مرتبه برمیگرده. همجوری که میبینید دو تا لایه رو هم دیگه انداختم و بعد انتخاب کردم جفت لایه ها رو. حتما بایستی لایه ها رو انتخاب بکنید. سپس میام اینجا میگم آتو کن Align Layers رو و بعد بهترین قسمتش همین آتو هست. میتونید البته از گزینه‌های دیگه هم انتخاب بکنید ولی آتو تمام اینها رو شامل میشه که به صورت اوتوماتیک هم انجامش میده. توی Lens Correction هم میتونید از گزینه اول استفاده بکنید که در حقیقت عکستون رو کار ریمووال یا پاک کردن رو بر روش انجام میده. میتونید به صورت اعوجاج هندسی هم جیومتریک دیستورشن رو هم انجام بدید که اگر انتخابش بکنید میتونید توی تستایی که میکنید ببینید که چه تفاوتی داره. اگر اشکالی داشته باشه این پایین مینویسه، توضیحات کامل رو این پایین میده. من کافیه که بر روی اوکی بزنم. به عکسمون توجه کنید. پس از اینکه بر روی اوکی بزنم این دوتا عکس رو با هم دیگه مچ کرد و بغل هم دیگه قرارشون داد. اجازه بدید که برم پایین تر. میبینید که دوتا عکس بغل هم دیگه قرار گرفتن و مچ شدن، چرا که این ساختمون مشترک بود و تونست دوتا رو بغل هم دیگه قرار بده. کنترل زد میزنم برمیگردم. خوب نگاه کنید، این عکس به این شکل هست، این ساختمون اینجاست، دوتا انتخاب شدن. میزنم اینجا، میزنم اوکی و بعد عکس ها بغل هم دیگه قرار میگیرن. امیدوارم درس هم به درتون خورده باشه.